در مورد سوال سیم توسط پارلمان با تجارت دامادهای امامعلی رحمان و اعضای خانواده او همیشه امتیازها داده می شود و البته از زبان شما هم چندین یعنی چنین صحبت هایی که در صحبت های آنلاینی داشتید ما شنیدیم و شما دو بار وکیل مجلس نمایندگان بودید. در این باره چی گفته می توانید؟ خسارات همچنین امتیازات رو می شود با رقم ابراز دارید در 3 دقیقه. شما می خواهید که رقم ها چند میلیاردی رو ما در 3 دقیقه برای شما بگم؟ خساراتی که به میلیارد رساندن چند میلیارد است، من در 3 دقیقه باید به شما بگم. امکان ندارد. ببینید، من بله خودم عضو پارلمان بودم و بارها قانون ها قبول می شود، تغییرات ها وارد می شود، بخصوص در قانون بودجه برای دادن امتیاز به این یا آن شرکت که اکثرشون شرکت های خانواده بودن و متعلق به اعضای خانواده و داماد های اینا بودن. من حتی یادم هست، حالا شما میگید که من در صحبت های آنلاینی بیرون صحبت کردم، نه، من در داخل کشور هم زمانی که وکیل مجلس بودم این موضوع رو بارها مطرح کردم. مشکلی کارشناسان ما این است که نمیرن سراغ خبرهایی که در اون زمان چاپ شده بود و درست که پخش مستقیم نداشت پارلمان، اما بعضی چیزها رو رسانه‌ها در همون زمان میدادن، قطعه‌های از صحبت‌های ما رو و حضرتون روزنامه صدای مردم، نه صدای مردم که اصلا، حالا سایت آزادی آزادگان خیلی در این مسئله فعال بود، تاج نیوز میداد، از یا پلیس میداد، اینها رسانه‌ها بودن که گاه گاه از صحبت‌های وکیل‌ها بعضی نکته‌های جالب رو میدادن. مثلا وقتی که یک نکته خیلی جالب در همون دادن امتیاز به این شرکت‌های خانواده، هر سال تقریبا شاید 10 سال هست که برای ساختمان مهمانخانه 5 ستاره‌دار اسماعیلی سامانی واقع در خیابان رودکی هر سال امتیاز داده می شود و هنوز هم داده می شود. از زمانی که من وکیل بودم یعنی تا امروز، یعنی شاید 10 سال بیشتر است که این مهمانخانه اسماعیلی سامانی هم ساخته نمی شود و هر سال امتیاز می گیرد. امتیاز برای چی؟ همه گونه محصولات ساختمانی که برای ساختن این مهمانخانه وارد می شود از انداز، از همه گونه گمرک پرداخت آزاد است. من مطمئنم که $10 میلیون و شاید که $100 میلیون محصولات به نام همین مهمانخانه 5 ستاره‌دار که شاید این 20 ستاره‌دار می شود اگر می ساختن وارد شده است، به بازار برآورده می شود، فروخته می شود با نرخ بازار، اما این مهمانخانه هیچ نیک ساخته شده. یعنی این مال آیله است. بله، ببینید کدام شرکت به این امتیاز را صاحب می شود مشخص است که شرکت هایی که مربوط به آریان بند و به حالا صحبچه پرزیدنت متعلق هستند. من در یکی از جلسه های پارلمان وقتی این مسئله را برداشتم گفتم که پارلمان با پیشنهاد حکومت اینک 5-6 سال شد به همین مؤسسه شرکت ساختمانی برای ساختن همین مهمانخانه 5 ستاره‌دار امتیاز میدهد. چرا ساخته نمی شود؟ رئیس مجلس طلب کرد از وزیر مالیه که وکیل سوال گذاشته ایستاده است و هر سال ما این امتیاز را میده. وزیر مالیه وعده داد که این آخران بار می شود. این آخران بار از شما التماس همین اجازت بدهد دیگر به این شرکت ما امتیاز نمیدیم. اینک من چند سال است وکیل نیستم، شاید 5 سال شد. 5 سال می شود. 5 سال می شود که من وکیل نیستم و این موضوع 5 سال پیش بود. یعنی 10 سال است که این شرکت و این مهمانخانه یک کانال برای دزدی اموال شدند و هنوز هم امتیاز رو می گیرد و شماره این گونه شرکت ها بیشتر شد و همهشون یا اکثرشون متعلق به یک خانواده و به یک گروه هستند. حالا اگر این رو با رقم به شما بگم، رقمش اصلا اولش که نمیدونم دقیقه شد، دویمش که مطمئن که با میلیارد هم برسه. پس با یک اسمی که اون از مالیات و انداز آزاد کرده شود، یعنی برای اون ساختن اون مساله ساختمانی وارد میکنن و با بازار عرضه میکنند و میفروشند با نام اون و اون همه چیز مساله ساختمانی، تجهیزات و همه چیزی که برای یک مهمانخانه لازم هست اونا وارد میشن، فروخته میشن. ولی چون هتل در کوچه رودکی تو بالا ساخته نشده است، یک شکلش رو ساختن برای اون که نگیم اصلا مکیتش هست، ولی هیچ نیکی اون با کار آغاز کنند. یعنی آیا مثلا همون شرکت یا به هر کسی تعلق دارد در این 10 سال این قدرت رو ندارد که با این همه امتیازی که میگیرد از همه انداز آزاد است این رو بسازد؟ اگر نمیتونه بفروشد به کسی دیگر. من فکر میکنم که این گونه کانال ها برای شستشوی پول از طرف حکومت و از طرف خانواده ده ها تا هستند.
واقعا هم خیلی جای تاسف است که مبلغ هایی که در بودجه وارد می شود با چنین شکل از مردم دزدیده می شوند و از ملت یعنی با یغما می شود. ببینید یک دهقان، یک کارگر عادی، یک نانفروش، حالا نمیدونم یک استاد از یکون امتیاز برخوردار نیست. وقتی که پرزیدنت میاد دو سال او رو از دادن بعضی اندازه آزاد میکنه چقدر هنگامه میکنند که ببینید پرزیدنت کشور دستگیری جانبداری از مثلا صاحب کاران خوردی میانه کرد. این خوب است، من طرفدار هستم، اما این رو فراموش میکنند که به صاحب کار خورد میانه به یک دهقان فقط یک امتیازی کوچک میدن، همه اندازه رو از اون نمیگیرن. او اندازه زمین رو میسپارد، اندازه درآمد رو میسپارد، فقط بعضی اندازه ایلاوگی رو از او رو آزاد میکنن. اما این کارخانه های خودشان در عوض از همه گونه پرداخت و از همه اندازه آزاد هستند.